سلام همه بینندگان عزیز برنامه تیک تاک، در خدمت شما هستیم با گزارشاتی در مورد بحران‌های سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای رژیم آخوندی. اما برنامه‌های امروز تیک تاک، خامنه‌ای خطاب به دانشجویان گفت که باید مواظب دشمن باشید. دشمن نظام چه کسیه و در کجاست؟ در گزارش سیاسی تیک تاک. ادعاهای آخوند رئیسی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی، گفتگوی سیاسی تیک تاک. آخوند رئیسی جلاد مدعیه که تورم رو مهار کرده و الان اوضاع رو به بهبود هست. در باند خودش علنا میگند آمارهای دولت دروغه. واقعیت چیه؟ گزارش روز تیک تاک. نفرت مردم منطقه از دخالت‌های رژیم در امور کشورشون. اعتراضات مردم عراق علیه دخالت‌های رژیم آخوندی در این کشور. بینندگان گرامی، در برنامه امروز تیک تاک ما رو همراهی کنید. سکوت فرهنگیان خیانت است به ایران. خامنه‌ای در صحبت‌هاش در جمع به اصطلاح دانشجویان تأکید کرد که مواظب دشمن باشید، زیرا دشمن می‌خواهد میان شما انفعال و ناامیدی را تزریق کند. اما آخوندهای حکومتی به وضوح در صحبت‌هاشون میگن که این دشمن نظام چه کسیه و در کجاست؟ گزارشی در این باره. حرف اصلی خامنه‌ای در جمع دانشجویان گزینش شده چی بود؟ اولین توصیه من به شما دانشجوها، پرهیز از انفعال و ناامیدی است. مواظب باشید، یعنی مواظب خودتون باشید. مواظب چی؟ چه کسی آتش انفعال و ناامیدی را در جان نظام انداخت و مردم را به تغییر و سرنگونی امیدوار کرد؟ منافق کارش اینه که مردم را ناامید میکنه، امید مردم را تبدیل به ناامیدی میکنه. مراقبت کنید دشمن نتواند از مطالبه به حق شما سوء استفاده کنه. مخرج مشترک پیدا نکنید با دشمن. خامنه ای میداند نباید اسم و رد دشمن را بدهد، اما ببینید تبلیغات به افکار عمومی چه کار میکنه، که وقتی انسان رصد میکنه میبینه که سرمنشاهاش در آلبانی نشستند، نه یه نفر، نه دو نفر، هزاران نفر استخدام شدن. عزیزان من، سه مرحله رو طراحی کردن: مرحله تثبیت و استقرار، مرحله بازسازی و نوسازی و مرحله بهره برداری. میدونید که الان اینا حدود 3000 نفر کارشون اینه، کار دیگه ای ندارن، که در سوله‌های بزرگی که تدارک دیدن به طور کلی ایران رو دارن رصد میکنن. از دل اینها اختلافات رو بیرون میکشن. چرا باید دغدغه دانشگاه رو داشت؟ به نظر من در درجه اول هویت زدایی از دانشگاه و آرمان زدایی از دانشگاه. وقتی این اتفاق افتاد دیگه خاکریز میریزه، سقوط حتمی میشه، او به هدفش میرسه. بله، درست میگوید، خاکریز نظام فرو ریخته و سقوط حتمی است. خامنه‌ای منتظر باش. مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، درود بر رجوی. یا مرگ یا آزادی. درود به شرف مجاهدین. درود به شرف مجاهدین عزیز.
تلویزیون رژیم روز گذشته در گزارشی اذعان کرد که قیمت بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای خوراکی در طول یک ماه گذشته دو برابر شده. این موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای رضا هفت برادران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. من سلام دارم به شما و سلام به دوستان و همراهان برنامه و سلام و درود ویژه به کانونهای شورشی. بله، همطور که می‌دونید رئیس جلاد چند روز پیش اومد اذعان کرد که گفتش ما تونستیم قیمت تورم رو 0.7% کاهش بدیم. این در حالیه که تلویزیون خود رژیم که همسو با همین دولت هم هست خلاف این رو میگه. بالاخره بله. موضوع از چه قراره و وضعیت چطوره؟ خب وضعیت رو که اشاره میکنید مردم ایران با گوشت و پوستشون و با دیدن سفره‌های به تاراج رفتهشون به خوبی لمس میکنن و حس میکنن و میبینن. اما این گزارشی که شما بهش اشاره کردید در واقع یکی از همون گزارشات به قول خود رژیمی ها گزینشی شده است. اومد با مردمی صحبت کرد که گلایه داشتن از اینکه مثلا قیمت گوجه سبز شده 80-90 هزار تومان، خاک شیر مثلا 80 هزار تومان شده بوده شده 190 هزار تومان، و یا نگران گرونی آب نبات بودن که از 17 هزار تومان شده 30 چند هزار تومان و این جور چیزا. این در واقع قلب مسئله و قلب واقعیت گرونیه که به مردم ایران تحمیل شده و مثل پوچ فلواقع بر سر اقشار محروم این گرونی داره فرود میاد. چرا؟ چون که واقعیت گرانی مردم ایران این نیست که، واقعیت اینه که الان سفره‌های مردم به تاراج رفته، کالای اساسی گیر نمیاد، سال تا سال خیلی خانواده ها گوشت نمیبینن، رنگ میوه رو نمیبینن، میگن که املت شده غذای لاکچری. واقعا آدم نمیدونه بگه از این نمونه ها. واقعیت واقعا اقشار محروم ایران نمونهش یک تصویریه که من آوردم، خواهش میکنم اتاق فرمان نشون بدن. بله اگه تصویر رو دارید بفرمایید نشون بدید. فیلم تکون دهنده ای بود. شما فکر کنید این وضعیت گرانی افسار گسیخته ناشی از چیه؟ ببینید این واقعیتی که این تصاویر نشون میداد، نشون میداد که اون گزارش گرانی که تلویزیون رژیم پخش کرد در واقع دجالگریه که ضمن گرفتن فیگور به اصطلاح منتقد گرانی شدن داره صورت مسئله اصلی رو پاک میکنه، داره اون رو پنهان میکنه، وانمود میکنه که صورت مسئله گرانی آب نبات و نمیدونم خاکشی رو گوجه سبزه و احتمالاً مقصر این گرانی هم چند تا کاسبکار گران فروشن. طبق معمول در صورتی که همه مردم ایران میدونن که واقعیت اقتصاد ایران و علت گرانی ها مافیاهای حکومتی حاکم بر ایران هستن که سرنخ اصلیشون هم در بیت خامنه ای و یا در دست ایادی خامنه ای، به خصوص در سپاه پاسداران و نهادهای سرکوبگر دیگه‌شه، در دست اینهایی هست که در واقع این واقعیت رو خود رئیسی هم تو سفر چند روز پیشش تو استان البرز اذعان کرد که اینها با این رویکردی که داشتن، با این رویکرد غارتگرانه، در واقع امنیت غذای ملت رو به خطر انداختن. واقعیت رو به راحتی مردم ایران میدونن که با این نظام دزد و فاسد و غارتگر طرفن. شما نگاه کنید همین چند روز پیش روزنامه‌های حکومتی نوشتن شکر از 13 هزار تومان یه دفعه شد 24 هزار تومان. خب سلطان شکر کیه؟ تمام مردم ایران اونو میشناسن. یا نوشتن یک شبه 25 میلیون تومان رفت رو قیمت ماشین، اونم ماشینایی که خودشون بهش میگن عرابه مرگ، هیچ تضمین و ایمنی و اینجور چیزا نداره.
25 میلیون تومان یک شبه رو چه حسابی آخه؟ هیچی، به این دلیل که مافیای حاکم بر خودروسازی یک سرش در بیت خامنه ایه، یک هیولای واقعا این مافیا. منظورتون دقیقا چند تا سر داره؟ مافیای وابسته به رژیم که در سر میگید به خامنه، یک سرش در بیت خامنه ای این خودروسازی، یعنی سود سهامش مستقیم میره اونجا، یک سرش در دست سپاه پاسداران، الان قطع سازی تمام این خودروسازها در دست شرکت‌های وابسته به سپاهه، یک سرش دست ایناست. اگه این هیولا رو فرض بکنید، حالا چنگال و ناخون و اینجور چیز هم داره، این چنگال و ناخون و ایناش هم دست بقیه به اصطلاح ابواب جمعی رژیم، مثلا یک سرش تو مجمع تشخیص مصلحت نظامه. مجمع تشخیص مصلحت چه ربطی داره به خودروسازی؟ اینا دیگه خوی قارتگری آخوندی فلواقع نشون میده. ولی این گزارش تلویزیون که من گفتم دجالگری کرد، ولی یک واقعیت رو به درستی گفت و اونم اینه که در کمتر از یک ماه قیمت ها دو برابر شده، یعنی 100% قیمت ها گرون شده، درست برخلاف ادعای آخوند رئیسی که میگه تورم سالانه 40% بوده، منم چند دهم درصد کمش کردم، یه درصد گلم اینجوری به خودش میده، در صورتی که واقعیت تورم همینه که تلویزیون رژیم گفت، اونم روی این اقلامی که اشاره کردم، اقلام واقعی خیلی گرونتر شده، ولی در حد همین اقلامی که گفت، وقتی در یک ماه 100% گرون بشه، در 12 ماه حساب کنید 1200% اقلام گرون شده. بله، این وضعیت فکر می‌کنید چه بازتابی در درون خود رژیم داشته یا خواهد؟ اجازه بده قبلش بگم که این وضعیت ناشی از چیه؟ بله. این وضعیت اگه یک نگاهی به صحنه اقتصادی رژیم بکنیم، اینه که فلواقع بنیانهای اقتصاد مملکت رو اینا با غارتگری، با اون خوی غارتگریشون زدن، در به داغون کردن، هیچ چیزی باقی نگذاشتن. شما نگاه کنید سر این داستان ارز 4200 تومانی. بله. یک بار گفتن که ارز کالاهای اساسی قطع نمیشه، یک بار گفتن نرخ قطع میشه، یک بار گفتن که قطع میشه ولی به صورت یارانه میدیم به اقشار آسیب پذیر، هر بار یک جور چیز گفتن. سر اقلام مشخصی مثل نان گفتن نان گران نمیشود، این یک مرز سرخه برای ما، نان همینجوری میمونه، ارز اختصاصیشو بهش میدیم. ولی تو خبرها دیدیم که چند روز پیش یک دفعه 5 برابر قیمت آردنان شد، که خب این مقدمه گرم کردن نون آخرین بازمانده سفره مردمه. بله. یه همچین خیز برداشتن. یا سر دارو یک چنین بساطی اینا رو انداخته بودن، گفتن ارز 4200 تومانی دارو رو قطع نمی کنین. بعد گفتن که نخه قطع میکنیم چون این باعث رانت برای عده‌ای شده، یه عده دارن رانت خاری میکنن، برای قطع این رانت خاری ما این ارز رو قطع میکنیم. بعد گفتن که حرف بعدیشون این بود که این ارز رو ما به صورت اعتباراتی میدیم به بیمه ها، که این بیمه ها بیمارانی که میرن خودشون به صورت آزاد دارو رو میخرن، بیمه بتونه اینا رو تضمین بکنه و به اصطلاح این پول برسه به دست اون کسی که نیازمند واقعیش بوده، یعنی نیازمند دارو شده، رفته دارو رو خریده، بیمه هم الان تامینش میکنه. با تمام این دروغگویی آخر سر اومدن گفتن که آقا این ارز رو به قسمت هایی میدیم، به شرکت های داروساز میدیم. خلاصه ته خط دیدیم این ارز سر در برد از جیب مافیاهای داخل وزارت بهداشت درمان، که آخوند رئیسی میگفت اینا از خطرناکترین و از بدترین نوع مافیاهای موجود تو نظام آخوندی هستن. این وضعیت باعث شده که رژیم بزنه فلواقع تمام زیرساخت های تولیدی، چه تولید صنعتیش باشه، چه تولید غذاییش باشه، تولید کشاورزی، دامی، همه اینا رو زده در به داغون کرده. بله. و در نتیجه چیزی به نام امنیت غذایی مردم رو نابود کرده، امنیت غذایی کشور رو به مثابه یک امر استراتژیک، چون الان هر چیزی تو ایران تولید میشد از مواد غذایی همه قطع شده، وابسته به واردات شده. واردات وابسته به چیه؟ وابسته به قیمت ارز و دلار ایناست. ارز و دلار سرش کجاست؟ اون مقداری که از فروش نفت که رژیم میاد، همین رو ور میداره میفروشه به مردم با قیمت چند برابر تا بتونه کسری بودجه خودش رو تامین بکنه. یعنی به این وسیله به طور مضاعف
داره در واقع مردم رو میدوشه فل واقع. یک نمونه دیگه از این چاپیدن ها، از این غارتگری ها، باید اشاره بکنم به مالیات ها. تو همین لایحه بودجه سال جدید رئیسی نگاه کنید، برجسته ترین شاخصی که خودش روش دست گذاشت افزایش مالیات ها بود. اونم خب مالیات از کی؟ مالیات از اقشار محروم، از اون شرکت های دولتی که به هیچ کس حساب پس نمیدن، یا از سپاه یا از مؤسسات وابسته به بیت خامنه ای و ستاد فرمان هشت ماده ای خمینی مردون، از اونها که مالیات نمیتونه بگیره. این مالیات مستقیم از جیب اولا قبل از هر کس حقوق بگیرای دولته، چون پول دستشون نرسیده اینا مالیات از روش برداشتن، بقیهش رو واریز میکنن به حساب، اونم تازه بعد از چند ماه تاخیر که پول میدن به ملت، ولی مالیات رو به موقع اینا برمیدارن. یک نمونه دیگه از این چپاولی که منجر به این وضعیت گرونی شده، چاپ اسکناس های بدون پشتوانه است. الان خودشون میگن میزان موجودی اسکناس 5000 میلیارد شده، یک عدد عجیب و غریبی، 5000 میلیارد. اصلا تصورش هم فلواقع ممکن نیست. ولی هر دانش آموز کلاس اول اقتصادم وقتی بهش بگید که پول بدون پشتوانه به این میزان رسیده، اولین نتیجه گیریش چیه؟ اولین نتیجه گیریش افزایش گرانی، تورم و رکود. در اثر رکود هم حتما تعطیلی یه سری تولیدات و صنایع و این چیزا به دنبالش خواهد بود. این وضعیت که شما گفتید، ما هر روز شاهد عواقب این وضعیت، بازتاب های این وضعیت در اعتراضات مردم در شاهدش هستیم، از طرف معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار مردم. همین وضعیت چه بازتابی در درون خود رژیم داشت؟ آیا تأثیری هم بین خودشون یا حتی در بین باندهاشون؟ تا اونجایی که به خود رژیم برمیگرده، به قول عوام الناس میگن ککش نمیگزه، هیچ غمشون نیست، هر بلایی سر مردم بیا. ولی در جای این چیزا در درون رژیم بازتاب پیدا میکنه که این گرانی قبل از هر چیز آثارش رو مردم بارز بکنه، و الان آثاری که رو مردم بارز کرده برافروخته شدن آتش خشم، برافروخته شدن شعله اعتراضات، برافروخته شدن اعتراضات سراسری، همبستگی اقشار معترضه، که این برای رژیم فوق العاده خطرناکه. الان هم تو دعواهای باندی اولین چیزی که میگن نسبت به این داستان دارن به همدیگه هشدار میدن. در نتیجه دیدن این میزان خشم و وضعیت انفجاری، تازه بازتاب این وضعیت بحران اقتصادی میریزه توی رژیم، و در واقع نمونه دم دستی و خیلی حی و حاضر روزش همین سگ دعوایی که داخل تیم اقتصادی آخوند رئیسی گیر اومده. حالا بازتابا نتایج این چی میشه؟ خود رژیمی ها یک تحلیل هایی دارن. یک کلیپی رو خواهش میکنم پخش بکنید، مال سایت حکومتی انتخابه، از همین دعوای درون باند رئیسی و حذف پاسدار رضایی و اون یکی سولت مرتضوی. بله، از اتاق فرمان میخواییم که اگه کلیپ آماده پخش هست لطفا برامون پخش کنند. قرار بود ایران را گلستان کنند، اما حالا در بحبوحه اوجگیری قیمت‌ها اولین نشانه‌های علنی اختلافاتشان ظاهر شده است. روز گذشته گزارش شد که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شده. اما چیزی نگذشت که آنچه برخی تحلیلگران در مورد هرج و مرج احتمالی در تیم اقتصادی رئیسی پیش‌بینی کرده بودند به وقوع پیوست. 24 آذر 1400 بود که محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت اعلام کرد که قرار است از دیماه همان سال یارانه ها دو برابر شود و هر خانواده 4 نفره 800 هزار تومان یارانه و کالا دریافت کند. اما این خبر بلافاصله از سوی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تکذیب شد. در همین راستا رئیس جمهور ضمن فاصله گرفتن از وعده رضایی ناهماهنگی ها را عملا تایید کرد. این در حالی است که خبرگزاری فارس تایید کرد اختلافات در تیم اقتصادی دولت بر سر رویکردها و اداره اقتصاد جدی بوده است. این نخستین ترک آشکار در دیواره مدیریت اقتصادی دولت 13 است. دولتی که بسیاری نسبت به چینش دردسرساز افراد در آن در روزهای نخستین هشدار داده بودند. بله. بازتاب این وضعیت در درون دولت رئیسی بود. بله. ولی بازتاب این وضعیت در
کل نظام خیلی عمیق‌تر جدی‌تره. نمونهش این نشستی که اخیراً خامنه‌ای با این پاسدارای بسیجیش در دانشگاه تحت عنوان دانشجو داشت این بریدگی، ترس و انفعال و ریزش نیروهاش رو به رژیم نسبت میداد. ولی واقعیت اینه که خبرگزاری حکومت ایرنا خودش دیروز در مورد همین اجلاسی که خامنه‌ای با این مزدور دانشگاهی داشت نوشته که از روش بخونم، گفته که گزارشی درباره دیدار بسیجیان انفعال دانشجویان حاضر در جلسه و فضای سرد بر جلسه حاکم بود و چنان روح کلام خامنه‌ای به اسارت در آمده بود که کمتر جمع را با خود همراه می‌کرد. این وضعیت در واقع درون باند خامنه‌ای دیده میشه. خب به این دلیل هم هست که وقت خود همین مزدورا و این نیروهاش می‌بینن که الان هزار هزار از مردم روزانه به دلیل اینکه یک نسخه می‌خوان بپیچن برای عزیزشون، عضو خانواده‌شون، مجبورن سقوط کنن به زیر خط فقر و بپیوندن به خیلی ارتش بیکاران، گرسنگان و حاشیه نشینان. خب این تو اینا ایجاد وحشت میکنه، ریزش ایجاد میکنه، ترس و یأس و انفعال توشون ایجاد میکنه، چون اینا کف به اصطلاح جامعه هستن، دارن میبینن خشم مردم رو، دارن فرداشون رو میبینن. قیام های سال قبل هم از یادشون نرفته، 96 و 98 به خوبی اینا به یادشونه. شما اگه بخواید از کلیت این وضعیت که نتیجه گیری کنید کلا چی میگید؟ ببینید یک نمونهش الان این سایت حکومتی انتخاب گفت که شیرازه دولت از هم پاشیده شده. یک نمونه دیگه شو این جعفری ایمن‌آبادی که عضو سابق مجلس آخوندیه، این گفتش که شیرازه داره از هم میپاشه. بله. واقعیت اینه که الان خیلی از کارشناسای حکومتی با دیدن این وضعیت خیلی روشنه که این شیب مهارناپذیری که گرانی و تورم و بیکاری و انواع اقسام این بحران‌ها افتاده توش مهارناپذیره و هیچ چشم‌اندازی جز قیام و سرنگونی رژیم توی این شیب اینا نمی‌بینن. به همین دلیل دائم دارن با انواع اقسام کلمات، بعضی‌هاشون با ایما و اشاره، بعضی‌ها صراحتاً میگن که آقا موجی که میاد تر خشک می‌سوزونه، به هیچ کس رحم نمی‌کنه، کشتی که سوراخ بشه همه با هم غرق میشیم، با انواع اقسام این چیزها دارن میگن که این به جای خوبی برای رژیم ختم نخواهد شد. بله، تشکر از شما بابت همه توضیحاتتون و حضورتون در این بخش از برنامه تیک تاک. خواهش می‌کنم. بینندگان گرامی، برنامه تیک تاک رو همراه با شما ادامه میدیم. آخوند رئیسی جلاد که شبکه‌های اجتماعی این روزها به اون شش کلاسه دروغگو میگند، مدعیه که تورم رو مهار کرده و الان اوضاع رو به بهبوده. در باند خودش علنا میگن که آمارهای دولت
دروغه. در باند رقیب هم میگن که در بر همون پاشنه میچرخید که هنوز هم میچرخه. اما مردم در مورد ادعاهای مهار تورم چی میگن؟ گرانی بیداد میکند. تورم سیر صعودیش متوقف شده و الان سیر نزولی تورم آغاز شده. این ادعا چقدر درست است؟ مردم پاسخ این سوال را می دهند. گوجه چند؟ 30 تومن؟ 30,000 تومن گوجه؟ 30,000 تومن، 1 کیلو گوجه. یعنی عمده تا چیز چی؟ بادم جو؟ بادم جو هم 30 تومن. 30 تومن؟ شوخی میکنی؟ هندونم الان 16 تومن. 16 تومن؟ ماه رمضون؟ بله دیگه تحریما برداشته شد. تا 3 روز پیش این نبودا. تا 3 روز پیش بادمجون بود 18,000 تومن گلخونه، هندونم بود 9,000 تومن. تو 3 روز اینجوری شد. یعنی با ماه رمضون مردم دیگه نخورن دیگه، یعنی همون املت هم که میخوردن نون پنیر هندونه هم بهشتی باشن. به رغم این گرانی های دائما افزایش یابنده، رئیسی ادعاهای بهبود اوضاع را میکند. گوش کنید. تولید نفت برگشته به قبل از تحریم. تولید نفت و گاز. صادرات نفت 2 برابر سال 99 بوده در 1400. 40% تجارت ما در منطقه افزایش داشته نسبت به قبل و درآمد دولت در ارتباط با نفت و گاز و احیانا مالیات تلاش شده که برگرده به خزانه و بتواند کسری ها رو جبران بکنه. اگر این حرف‌های رئیسی درست باشد، باید پرسید این افزایش دارایی دولت به جیب کی رفته است و صرف چه چیزی شده است که مردم همچنان در فقر و بیچارگی بیشتر و بیشتر دست و پا می‌زنند. واقعا ما مردم در مضیقه هستن. همه چی توی جامعه سرسام‌آور شده. امروز یه قیمت فرده می‌ره، یه قیمت دیگه. گرونی زیاده. حرف اولو میزنه. سرسام آوره. پس اجاره گشتیم برای مانتو اینا. قیمتا چطوره؟ فوق العاده گرون. اومدیم فقط ببینیم قیمتا چطوره. مقایسه کنیم. با این گرونیه که الان بیداد میکنه. حتی احتیاج به گفتن همه دارن میبینن. علت اصلی گرانی را همه میدانیم. هزینه کردن سرمایه ملت ایران برای بمب اتمی و هزینه های سرکوب در داخل و تروریسم در خارج از ایران. اما یک علت دیگر گرانی هم غارتگری است. یک راننده کامیون گوشه ای از غارتگری دار و دسته حاکم را نشان می دهد و ادعای رژیم را که گرانی را به گردن خود مردم می اندازد افشا می کند و راه حل هم نشان می دهد. با هم ببینیم. با عرض سلام و خسته نباشید. آقا این گوه زرمندی روستومن را باز گرفتم کلوی 7,000 تومن. رئیس اتحادیه میوه فروش گفت گوزه گرون شدن. گوزه به خاطری اعتصابی کامینا و بالا رفتن کرایه است. اولا چه نه اعتصابی تو کار است. خب این ما داریم کار میکنیم، نه کرایه گرون شده است. یه تچ گوزه چند بندره باستا تهرون چه بره زین زمین کرایهش بشه 9 و 20 میلیون. کلوش 2,000 تومن بهش میخوره. 7,000 تومن، 2,000 تومن، 9,000 تومن، 11,000 تومن اسکوزه اومد. دیدیم که قیمت گوجه ای را که 7,000 تومان وارد می کنند تا به تهران می رسد، غارتگران رژیم پله پله بالاتر می برند و به 30,000 تومان به دست مردم می دهند. شما برو بذار چه بلد است بیار سایز شما بشینه و همه چی درست می شه. نفرت مردم منطقه از دخالت‌های رژیم در امور کشورشون در حدی بالغ شده که بسیاری از مهره‌های باند مغلوب به نظام گوشزد کردند که نتیجه اون همه هزینه در عراق و سوریه و افغانستان چی شد؟
نظام تظاهرات مردم لبنان رو یادآوری می‌کنند علیه نظام و شکست پروژه صدور ارتجاع خمینی خبر می‌دهند. همطور که خامنه‌ای هم از اون به عنوان خاکریزهای برون مرزی نظام اسم برده بود. سال هاست که دیگر نفرت از رژیم آخوندی تنها مردم ایران را در بر نمی گیرد و مردم عراق و لبنان و افغانستان و کشورهای دیگر بارها عکس‌های سران رژیم را به آتش کشیده و لگدکوب کردند. این نفرت شدید مردم و جوانان عراقی از ولایت فقیه در حالی است که رژیم آخوندی هزینه های بسیاری از ثروت مردم ایران را در عراق صرف ساخت مدرسه و بیمارستان و خانه و جاده کرده است تا نفوذ خود را در آن کشور تسهیل کند. همونطوری که در مبارزه با گروهک های تکفیری در کنار شما قرار داشت که من حرب تکفیری، اما به رغم همه سرمایه های هزینه شده در عراق، نفرت عظیم مردم عراق باعث شکست مزدوران رژیم آخوندی در عراق شده است. در آبان 1400 گروه های مورد حمایت رژیم آخوندی در انتخابات مجلس عراق شکست خوردند. پس از آن هشت شعبی به سرکردگی هادی آمری و اصحاب اهل حق به سرکردگی قیس خزعلی دست به اعتراض زدند. سرکردگان کتایب حزب الله از گروه های مسلح وابسته به رژیم ایران نیز نتایج انتخابات را تقلب و فریبکاری بزرگ خواندند و در تاریخ 7 نوامبر سال 2021 اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد را هدف حمله پهبادی قرار دادند. دیپلماسی میدان رژیم آخوندی عبارت بود از تزریق پول و سلاح از کیسه مردم ایران برای مزدورپروری و ایجاد جاپا برای اعمال تروریستی و کشتار در دیگر کشورها. این حاتم بخشی گاه تا حدی بود که به اعتراف تسنیم 19 تیر 96 قاسم سلیمانی آن را در بوق می کرد و می گفت مهندس ابو مهدی فرمانده هشت شعبی توانست کلید درب انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی را در خدمت خودش بگیرد، زیرا جمهوری اسلامی ایران مانند دیگران نبود که پول ملت عراق را بگیرد و در موقع اضطرار به آنها سلاح ندهد. در همین نیروی هوایی سپاه تنها اسکادران جنگنده های سخو به محض درخواست عراق در خدمت این کشور قرار گرفت و هزاران تن سلاح از طرف جمهوری اسلامی در خدمت آنها داده شد. نتیجه اینکه هزینه های بی حساب رژیم آخوندی برای ساخت مدرسه، بیمارستان، خانه و جاده در کشورهای تحت به اصطلاح نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی نیز نتوانسته است از میزان نفرت مردم این کشورها بکاهد. بی تردید چرخ تحولات در عراق و در وهله بعد در منطقه علیه رژیم و نیروهای نیابتیش هرچه سریع‌تر به گردش در خواهد آمد و اجماع و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی به خواست مردم عراق مبنی بر پایان دادن به نفوذ رژیم ولایت فقیه در عراق کمک می‌کند. دوستان با تشکر از همراهیتون در انتهای برنامه امروز با آرزوی سلامتی، بهروزی و پیروزی برای همه شما از خدمتتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.